برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. رادیو و تلویزیون. خواهش میکنم. درود بر شما جناب بهبهانی بزرگمهر و شنوندگان و بینندگانتون. امروز 6 ژانویه 2020 برابر با 15 دی ماه 1398 است. دوستان گرامی، من امروز مایل هستم در خصوص خشونت حکومت نظامی طی اون دورانی که معترضین به طور مسالمت‌آمیز و مدنی و بسیار مدرن برای اعتراض به افزایش نرخ بنزین که البته فقط یک مورد بود، اما در مجموع نسبت به تمام سیاست‌های حکومت اسلامی به خیابان اومده بودند و بسیاری از اون افراد کشته شدند، صحبت بکنم. و اینکه این رخداد روز جمعه که در واقع مبتنی بر کشته شدن قاسم سلیمانی هست رو میخوام به حیث حقوقی برای شما عزیزان مورد بررسی قرار بدم. عرضم به حضورتون که ابتدا میپردازم به کشتار، خشونت و در نهایت حکومت نظامی در ایران، که ما باید این رو متوجه باشیم که گسترش خشونت در یک جامعه طبیعیه که معلول عوامل متفاوتی هستش. یکی از این عوامل حمایت بیش از اندازه حکومت سیاسی از نظامیگری و ترویج کمی اون هست به حیث گستردگیش، و تأثیر این عامل در افزایش خشونت در جامعه زمانی بیشتر میشه که حاکمیت سیاسی اون جامعه یک تفکر ایدئولوژیکی و مستبدانه ای داشته باشه، چون معمولا این نوع حاکمیت ها میکوشن تا امنیت حکومت مستبد خودشون رو با توسل به نیروهای نظامی و شبه نظامی تضمین بکنن. از سوی دیگر وضع قوانین و مقررات یکی از ابزارهای این نوع حاکمیت ها هستش که در ترویج نظامیگری مفرد و طبیعی هست که در نتیجه گسترش خشونت رو به همراه داره. حکومت اسلامی در ایران به عنوان یک حکومت ایدئولوژیک با تأسیس نهادهای نظامی و شبه نظامی مثل سپاه پاسداران و بسیج و به ویژه حمایت‌های قانونی که از اونها در خشونت زایی در جامعه ایران و جهان میکنه، میدونیم که نقش بسزایی داشته. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج که در حقیقت از زیر مجموعه های سپاه هست، اینها سازمان هایی هستن شبه نظامی که وابسته به رژیم اسلامی هستن و نفوذ بسیاری در عرصه های سیاسی، نظامی و اقتصادی ایران داره. و در خصوص سپاه پاسداران اساساً یک سری تحقیقات تا الان انجام گرفته، اما تا کنون مطالعه‌ای که در خصوص اینکه سپاه و بسیج با کدوم پشتوانه قانونی به ایجاد و ترویج خشونت می‌پردازند صورت نگرفته. و من مایل هستم همونطور که عرض کردم به حیث در حقیقت حقوقی و بررسی قوانین و مقرراتی که وجود داره به این مسئله بپردازم، و اینکه سپاه پاسداران و بسیج چرا بر حسب همون تدوین قوانین خشونت در داخل و حتی خارج از مرزهای ایران رو به راحتی انجام میده. و از طرف دیگر گسترش خشونت با بکارگیری و استفاده از سلاح گرم توسط نیروهای انتظامی هست، و با توجه به اینکه در این خصوص قانون ویژه‌ای وجود داره تحت عنوان
قانون نحوه بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح که در این قانون نحوه بکارگیری سلاح رو توسط مامورین نیروهای مسلح در یک موارد بسیار ضروری تصریح میکنه و اونجا اعلام میکنه که مامورین مسلح در کلیه مواردی که در این قانون مندرج هستش در صورت مجاز هستند که از سلاح استفاده کنند که اولا چاره جز به کارگیری سلاح نداشته باشند، دومی که در صورت امکان در وهله اول از تیر هوایی استفاده بکنند، بعد تیراندازی از کمر به پایین و تیراندازی از کمر به بالا رو، یعنی اینها مواردی هست که به صراحه مطرح شده در قانون. و با توجه به اینکه به استناد ماده دیگری از این قانون در حقیقت اعلام می‌کنه که استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح رژیم اسلامی در ایران می‌بایستی پیش از به کارگیری سلاح به فرد مظنون و یا متهم اخطار داده بشه و در صورت عدم پاسخ در مرحله دوم هستش که اقدام به شلیک هوایی و در صورت تمرد و در مرحله سوم از کمر به پایین به ویژه تنها پاهای اون فرد مظنون رو مورد هدف قرار میدن. و از این بیشتر میتونم اینطور عرض بکنم که حتی باید این نیروهای انتظامی مراقبت بکنن تا این اقدام ها منجر به فوت اون فرد نشه و به اشخاص ثالثی هم که دخالتی در ماجرا ندارن آسیبی نرسه و از سوی دیگر مراقبت و مواظبت این مجروحین اساساً بر عهده مامورین انتظامی هست که باید در نخستین فرصت اونها رو به مراکز درمانی برسونن که البته هیچ کدوم از این موارد رو ما نه تنها در زمانی اعتراض معترضین هیچگاه ندیدیم که رعایت نمیشه، در مقاطع مختلف زمانی حتی این مسئله نسبت به کولبران مرزی کردستان هم هیچگاه مد نظر قرار نگرفته و رعایت نمیشه. از طرف دیگر در همین قانون اعلام میکنه که در صورتی که ماموران با رعایت مقررات این قانون سلاح به کار میگیرن و در نتیجه طبق آراء محاکم صالح شخص یا اشخاص بیدفاع مقتول یا مجروح میشن یا خسارت مالی به اونها وارد میشه، موظف و متعهد به پرداخت دیه و جبران خسارت هستن که سازمان ارتش در حقیقت باید این رو جبران خسارت بکنه عملا و دولت هم مکلف هستش که همه ساله یک بودجه ای رو در این مورد تخصیص بده و در اختیار سازمان نیروهای مسلح قرار بده که با توجه به این موارد قانونی که صرفا نوشته هستش و به رغم آمارهایی که ما به هر حال اونها رو مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم که این موارد حکایت از تداوم کشتار کاسبکاران مرزی داره و با توجه به اینکه برخی از اونها اساساً کارت تردد مرزی دارن اما به لحاظ کثرت هیچگاه در آمارهای رسمی دولتی گنجونده نشدن و این در حالی هستش که وزیر کشور خودش در خصوص اینکه شلیک گلوله جنگی به سر معترضان در آبان 98 مورد هدف قرار گرفتن گلوله جنگی بهشون اصابت شده، پرسش داده که تنها به سرشون گلوله اصابت نکرده بلکه به پای اونها هم شلیک شده. یعنی این نشون از این داره که سرکوب با سلاح گرم اتفاقی و استثنایی نبوده که رویه ای از مشخص میکنه که از اینکه یک رویه ای از پیش تصویب شده در زمان اجرای
طرح افزایش قیمت بنزین وجود داشته و بسیاری از این پرونده ها به حیث کیفری و به استناد مواد قانون اساسا مورد رسیدگی و اجرا قرار نمی گیرن. با توجه به اینکه همونطور که عرض کردم به حیث حقوقی و به استناد قانون نحوه بکارگیری سلاح دیه فرد کشته شده از محل بودجه نیروی انتظامی یا بیت المال که همون صندوق دولت هست باید پرداخت بشه و اگرچه در مواردی هم از پرداخت دیه در حقیقت به طور کامل خودداری کردن و نیروی انتظامی هم در صدد متقاعد کردن اولیای دم مبنی بر اعلام گذشت و انصراف از شکایت خودشون رو دارن که تا از این طریق بتونن پرونده رو به دلیل انصراف و گذشت شاکی خصوصی در حقیقت مورد صدور قرار منع تعقیب قرار بدن و برای همیشه این پرونده رو مختوم اعلام بکنن. اگرچه ما میدونیم که نیروی انتظامی پیوسته از حمایت وکیل و حقوقدان دولتی در دادگاه برخوردار هست، اما اولیای دم یا فرد مجروحه که فاقد امکانات حقوقی و ناتوانی در انتخاب وکیل هستش. حتی در رابطه با قانون حکومت نظامی در حقیقت مربوط میشه به مصوبه 27 سرطان 1329 قمری که اونجا هم در حقیقت اعلام حکومت نظامی رو مربوط به امنیت و آسایش عمومی تصویب کرده بودن و با تصویب به هیئت وزرا به توسط وزارت جنگ اجرا می شده. با توجه به اینکه در حال حاضر ما می دونیم که بر اساس قانون اساسی حکومت اسلامی حکومت نظامی اساسا ممنوع هستش، اما پیش از اینکه وارد بررسی حقوقی حکومت نظامی بشم مایل هستم یک تعریفی اگرچه بسیار کوتاه نسبت به تبیین حکومت نظامی داشته باشم. دوستان عزیز، حکومت نظامی به وضعیتی میگن که نیروهای نظامی و امنیتی رسمی کنترل اوضاع رو به عهده میگیرن و اجرای قوانین رایج و رعایت حقوق شهروندان رو به طور فراگیر یا جزئی متوقف میکنن. البته ما میدونیم که طی این 40 سالی که از استقرار حکومت نظامی در ایران میگذره همواره حقوق شهروندان به گونه مورد حکومت نظامی قرار گرفته بوده و اساساً یکی از راهکارهای ادامه حیات این رژیم تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی شهروندان ایرانی در داخل بوده و به نوع دیگری در خارج این اقدامات رو اعمال می کردن. از اینها گذشته دو نوع حکومت نظامی در جهان وجود داره که در نوع نخستش من میتونم اشاره به حکومت نظامی به معنای کودتا بکنم که علیه دولت با هدف سرنگون کردن اون و جایگزین کردن یک دولت تازه به جای دولت پیشین هستش. و نوع دوم حکومت نظامی که به درخواست دولت برقرار میشه که هدف از اون کمک به دولت یا حکومت هست تا کنترل کامل بر امور رو با سرکوب و اعتراض یا شورش شهروندان دوباره به دست بگیره. در حقیقت نوع نخست حکومت‌های نظامی رو ما در کشورهای اطراف ایران مشاهده کردیم که بارها برقرار شده، مثلا در پاکستان و ترکیه که در این چند دهه اخیر بارها شاهد برقراری حکومت نظامی بودیم. اما در ایران چگونه میتونیم این رو مورد بررسی قرار بدیم؟ به موجب اصل 79 قانون اساسی حکومت اسلامی
برقراری حکومت نظامی ممنوع هستش، که این حکم یکی از در حقیقت ویژگی های قانون اساسی سال 1358 است که کمتر مورد توجه قرار گرفته. و از اونجا که در این عبارت اصل 79 کوچکترین استثنایی در ارتباط با من حکومت نظامی هم قید نشده و در واقع درک دقیق معنای حکومت نظامی نه تنها میتونه یک تصویر دقیق تری از حد و حدود ورود نظامیان به حکمرانی غیر نظامی ترسیم بکنه، بلکه میتونه مفسر اختیارات توضیح شده ای باشه که در دیگر اصول قانون اساسی آورده شده. و در حقیقت حکومت نظامی اعلامی هست که طی اون امور اجرایی تمام یا بخشی از کشور از سیاستمداران گرفته میشه و به نظامیان سپرده میشه. حالا ممکن هست اونهایی که در بهمن 57 بودند براشون این متبادر ذهن بشه که ماهایی که پیش از بهمن 57 بود این حکومت نظامی ابتدا در شهر نجف آباد اصفهان و بعدم در شهرهای دیگر کشور اعمال و اجرا شد، که اما در حال حاضر در حقیقت قانون اساسی حکومت اسلامی بر حسب نوشته مندرج در قانون اون رو ممنوع میدونه. اما ما میبینیم که در حقیقت در آبان 58 که اعتراضات به اوج خودش رسیده بود عملا و به صورت غیر قانونی این حکومت نظامی رو به مورد اجرا گذاشته. به شکل دیگری حتی در امور کشوری ما میبینیم که تنها اراده ها و تصمیماتی امکان رشد و تجلی و نمود دارن و معتبر هستن که توسط غیر نظامیان صادر و نوشته شده باشه، تصمیم گرفته شده باشه. در از جن نظامی ها نمیتونن مادامی که در کسوت نظامی خودشون هستن در امور کشوری دخالت بکنن. بنابراین عرصه دخالت و حضور نظامیان تنها محدود به امور کشوری هست، لشکری هستش، و محدود شدن دخالت نیروهای نظامی لشکری در امور غیر نظامی در واقع تنها ناظر بر این نیست که این نیروها از دخالت در امور کشوری منع بشن. این محدودیت سیاستمداران، قانونگذاران، مجریان و قضات رو از واگذاری امور کشوری به نظامیان منع میکنه. پس ما مشاهده میکنیم با این تعاریف که این ممنوعیت در واقع خطاب به نظامیان نیستش و هیچ نهاد کشوری حق نداره تا صلاحیت ها و امور کشوری رو به نظامیان واگذار کنه. در نتیجه بر اساس اصل 79 قانون اساسی مراجع قانونگذاری کشور مجاز نیستند تا بر پایه یک مصوبه برخی از اختیارات مربوط به امور کشوری رو به نهادهای نظامی واگذار بکنند. در حقیقت استثنایی که در اصل دیگری از قانون اساسی یعنی اصل 60 وجود داره، اونجا ما ببینیم که در مقام تبیین اختیارات رهبری در قوه مجریه هستش که اونجا این اختیارات تقویت میشه و از اونجایی که در تفسیر اختیارات استثنایی باید به حدود تصریح شده در قانون بسنده بکنیم و از اونجایی هم که در بخشهایی از اصل 110 و 111 قانون اساسی ابعاد این اختیارات در امور لشکری معین شده، مشخص میشه که اصل اولیه و اساسی که در حقیقت وسعت امور کشوری و محدود بودن گستره امور لشکری است، همه برمیگرده به اختیارات رهبر که
فراتر از قانون قرار گرفته. و فارغ از اینکه گسترش عرصه این فعالیت نظامیان در امور کشوری یعنی هم غیر نظامیان آثار بسیار گسترده و عمیق و مخربی رو میتونه در پی داشته باشه و اینکه آیا چنین اقداماتی اساسا میتونه به مصلحت در واقع مداوم جامعه و قانونگذاران باشه یا نه، اون چه که من فکر کنم آشکار هستش این تصمیمات و احکامی که صادر میشه اساسا مغایر قانون اساسی همون حکومت نظامی هستش که خودش واضح چنین قوانینیه. و از اینها گذشته ما حتی میتونیم در رابطه با مسئله همین عرصه امور لشکری یعنی نظامیان که در نهایت تحت کنترل سیاستمداران قرار دارن و برای نمونه بالاترین تصمیم های نظامی مثل اعلام جنگ و صلح که در اختیار سیاستمداران هست رو ما میبینیم، شاهدش هستیم، با این وصف در رده های پایین تر به ویژه در عرصه های تاکتیکی شاهد دخالت نظامیان در تصمیم گیری هستیم. تازه ترین نمونه در این زمینه رو من میتونم اشاره به لایحه اصلاح قانون تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی بکنم که برای رفع ایرادهایی به شورای نگهبان فرستاده شد و شورای نگهبان در جلسه دوم مهر ماه 1398 مورد اصلاح رو دوباره پذیرفت که بتونه دوباره اون ایرادها رو مورد بررسی مجدد قرار بده، اگرچه با تابعیت این فرزندان 100% مخالف هست و اون رو مخالف مبانی اسلام و مصلحت نظام دونسته. و اینکه در حقیقت با توجه به مواردی که عرض کردم خدمتون میتونم اشاره به همون در حقیقت سپاه پاسداران، حیطه اختیاراتش، اقتداراتش و همچنین بسیج صحبت بکنم که در واقع هسته بنیادین سپاه پاسداران در نخستین روزهای بعد از بهمن 57 با هدف حفظ انضباط در شهرها، روستاها، جلوگیری از تحریک و توطئه، پیشگیری از خرابکاری و اینها و همچنین در رابطه با حفظ امنیت سفارتخونه ها، جلوگیری از نفوذ عناصر فرصت طلب و اینها تشکیل شد که در دوم شهریور 58 هم آقای خمینی طی فرمانی به شورای انقلاب اسلامی رسما تأسیس این نهاد رو اعلام کرد و بعد هم قانون اساسی حکومت اسلامی این نهاد رو در اصل 150 به رسمیت شناخت که در واقع تحت نظر رهبری اداره میشه و عرصه های نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران رو در اختیار داره و در حقیقت میشه گفت که از ابتدای تأسیس تا سال 1387 تغییرات چندانی در ساختار و فرماندهان سپاه انجام نشده بود، اما بعد از اون یعنی از خرداد سال 87 به این سو یک سری تغییراتی رو درش ایجاد کردن و در حقیقت میشه گفتش که بر اساس اون تغییرات 31 نیروی سپاه پاسداران در استانها تشکیل شد که بعد از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ما مشاهده کردیم که این تغییرات گسترده با یک رویکرد امنیتی که در سپاه انجام شده بود در خیابانها به منصه ظهور و اجرا در اومدش. سپاه پاسداران شامل 5 نیرو هست. یکی از مهمترین اونها نیروی قدسه. نیروی قدس یا سپاه قدس میدونیم که نیروی ویژه‌ای هست که
مسئولیت اون انجام فعالیت های نظامی خارج از مرزهای ایران هست که این نیرو در جریان جنگ ایران و عراق با هدف انجام دادن یک سری عملیات های نظامی در خاک عراق تأسیس شد. اما این عملیات نظامی در عمل اساسا محدود به عراق نشد و دیگر کشورها در واقع در حوزه عملیاتی این سپاهیان قرار گرفتند و چند عملیات تروریستی در خارج از ایران و دخالت نظامی که بسیار روشن هست در سوریه از جمله فعالیت‌های نیروی قدس بوده که در حقیقت این نیرو پیش از این، یعنی در اوائل سال 2019 توسط جمهوری رئیس جمهور ایالات متحده در لیست تروریست ها و سازمان های تروریستی و حامیان این گروه های ترور و وحشت قرار گرفت. بسیج هم از سال 59 تحت عنوان بسیج ملی زیر نظر وزارت کشور تشکیل شد و در واقع این سازمان هم تحت نظر رهبر و وابسته به نهاد ریاست جمهوری کار میکنه. و از طرف دیگر میتونم اینطور عرض بکنم که بر اساس ماده 1 اساسنامه سپاه پاسداران اسلامی که مسبب 1161 هست، این سپاه نهادی هست تحت فرماندهی مقام رهبری که هدف اون نگهبانی از انقلاب اسلامی در ایران هست و دستاوردهای اونم در حقیقت یک کوشش مستمریه که در راه تحقق آرمانهای الهی و گسترش حاکمیت خدا بر اساس قوانین حکومت اسلامی ایران و غیر از این تقویت کامل بنیه دفاعی حکومت اسلامی از طریق همکاری با دیگر نیروهای مسلح و آموزش نظامی و سازماندهی نیروهای مردمی هست که در واقع همونطور که از ماده اساسنامه مشخص هست، اساسی ترین هدف سپاه گسترش حاکمیت خدا در ایران و دیگر کشورها هستش که در حقیقت میشه گفتش که این مسئله رو به شکلی به صورت یک پرسش حتی میشه مطرح کرد که آیا یک نظام سیاسی یا نظام در واقع یا سیستم نظامی این حق رو داره که حاکمیت خدا رو در جهان گسترش بده؟ و اساساً منظور از حاکمیت خدا چی هست؟ بر اساس اصلی که در حقوق به کار رفته میدونیم که واژه‌های حقوقی یا همون ترمینولوژی حقوق در قوانین باید تا حد ممکن شفاف و بسیار واضح باشن، مجمل نباشن، یعنی اجمالی نباشه، کلی نباشه و در حقیقت به شکلی هم از برداشت‌ها و تفسیرهای سلیقه‌ای از اون واژه در قانون باید ممانعت و عمل بیاد. و اینکه تعریف حاکمیت خدا چی هست، خب چگونه میتونه جنبه عملی پیدا بکنه با توجه به تفکر ایدئولوژیکی حاکم بر سردمداران سپاه پاسداران و دیگر مقامات سیاسی در ایران، در حقیقت این یک تفسیر سلیقه‌ای و قرائت ناصواب از حاکمیت خدا میتونه باشه. به هر حال از اینها گذشته من میتونم اینطور عرض بکنم که نیروهای سپاه و بسیج در حقیقت با توسل به همون قوانین و مقرراتی که دخالت اونها رو یعنی همون سرکوب اعتراضات مردمی رو مجاز میدونه و بعضن با خودسری و تفسیرهای نادرست از قوانین همواره یک نقش مهمی در سرکوب جنبش‌های مردمی در ایران داشتن تا کنون. و
قوانین در ایران هم با تصویب یک سری مقررات و این آیین‌نامه ها به این دو نهاد یعنی سپاه و بسیج اجازه میده که در مبارزه با تهدیدهای خارجی و داخلی و سرکوبی که در واقع به نظر اینها توسط مردم صورت میگیره اینها بتونن مقابله بکنن و اون جنبش های اجتماعی رو سرکوب بکنن. و از اینها گذشته ما میبینیم که گشت زنی نیروهای بسیج و سپاه پاسداران در خیابانها و اقدام به تجسس و بازرسی افراد نمونه دیگری از همون ترویج خشونت و ناامنی در جامعه هستش که اینها بدون تردید موجب سلب آسایش و امنیت شهروندان جامعه میشه و در نتیجه منجر به نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندی مردمان در ایران هستش و یا دخالت در پوشش شهروندان یا تجسس بیمورد در رابطه با اتومبیل ها بازرسی های بدنی همه اینها نمونه های از ورود به حریم خصوصی مردم و نقض حقوق شهروندی توسط سپاه و بسیج هستش و یا حتی کارهای اطلاعاتی که توسط سپاه و بسیج صورت میگیره از دیگر مواردی هستش که همونطور که عرض کردم میتونه حریم خصوصی افراد جامعه رو به خطر بندازه و امنیت رو از اونها سلب بکنه. و اینکه عرض کردم که در قانون اساسی حکومت اسلامی برقراری حکومت نظامی غیر قانونی هستش و در حقیقت میشه گفتش که طی این 14 دهه هرگز در ایران به طور رسمی حکومت نظامی به اجرا گذاشته نشده، اما بر اساس رویه های مرسوم به شکل غیر رسمی حکومت نظامی که برقرار شده بودن و خب طبیعیه که شهروندان ایرانی چنین وضعیتی رو تجربه کردن اگرچه ممکنه ندونن اون چرا که در حال مواجهه باش هستن نامش چیه، ولی عملا حکومت نظامی بوده. و در زمان برقراری حکومت نظامی دولت یا نهادهای نظامی و امنیتی کنترل امور رو بر عهده میگیرن و نحوه اداره کشور رو مشخص میکنن که در تازه ترین مورد در ایران همون مسئله افزایش قیمت بنزین بود که بر اساس در حقیقت تصمیماتی که شورای امنیت کشور که یک نهاد دولتی هستش با عضویت فرماندهان ارشد نظامی یعنی سپاه و ارتش، انتظامی یعنی پلیس، امنیتی یعنی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، شبه نظامی یعنی بسیج و لباس شخصی ها و قضایی که دادستانی قوه قضایی دادگستری هست در اون شورای امنیت به وزیر کشور توصیه شده بود که اینترنت ایران هم به صورت سراسری قطع بشه و در صورت اعتراضات افراد در واقع اشخاصی که میرن برای اعتراض هدف شلیک گلوله قرار بگیرن و حتی آقای فضلی وزیر کشور اعلام کرده بود که ایشون اصلا رسماً تایید کرده بود که این اقدامات توسط وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته و بنابراین در حقیقت به درخواست یعنی نیروهای مسلح به درخواست دولت دستور سرکوب معترضان رو اخذ کردن یعنی تسلط نظامیان و بعد هم دسترسی به اینترنت و رفت و آمد در برخی از مناطق محل حضور معترضان به حالت تعلیق در اومده. یعنی چی؟ یعنی توقف قوانین رایج که
هر دو شرط اصلی برقراری حکومت نظامی در زمان اعتراضات آبان ما میبینیم که با همین تحلیل برآورده شده بوده و حکومت اسلامی بدون اینکه نامی از حکومت نظامی ببره چنین وضعیتی رو به اجرا گذاشته بوده. و حتی همطور رابطه با شلیک گلوله جنگی به سر معترضان، آقای وزیر کشور اعلام کرده بوده که به پا هم شلیک شده. خب این طبیعی هست، یک اعتراف بسیار واضح و بدون تهدید و خشونت و زور نسبت به اقداماتی هستش که اینها زمینش رو فراهم کرده بودند. که اساسا همه این موارد برخلاف همون اصل 79 قانون اساسی هستش که حکومت نظامی رو غیرقانونی اعلام کرده بوده، اما به حکومت اجازه برقراری شرایط اضطراری در زمانهایی مثل جنگ رو داده، با توجه به اینکه در حال حاضر در جنگ با کشوری واقع نشده ایران، اما آقای روحانی مدتی هست که در سخنرانی‌هاش از شرایط اضطراری سخن میگه و تأکید بر اون داره. و از اینها گذشته در حقیقت آقای خامنه‌ای و به تبع او آقای روحانی و دیگر مقام‌های ارشد دولتی در واقع این رو این مسئله حکومت نظامی رو صورت دادن و تحریم های اعلام شده امریکا رو هم به مثابه شرایط جنگ نظامی خوندن و اعلام کردن که ایران تحت یک نبرد اقتصادی هست. و همطور که عرض کردم آقای روحانی هم تا کنون چندین بار در رابطه با برقراری شرایط اضطراری سخن گفته، اگرچه این شرایط اضطراری به موجب قانون اولا که باید به تصویب مجلس برسه و در حقیقت برای یک مدت 30 روزه معتبر است، یعنی یک اعتبار یک ماهه داره و بیشتر از اون نیست، مگر اینکه دولت تشخیص بده که تمدید و طولانی کردن مدت شرایط اضطراری ضرورت داره. در حقیقت میتونم بگم که بجز برقراری حکومت نظامی و شرایط اضطراری، حالت سوم دیگری هم برای اداره کشور در شرایط غیرعادی وجود داره و اون حکومت پلیسیه که در اون حکومت به طور دائم با ابزارهای پلیسی و امنیتی در تمام جانبه ها و زوایای زندگی عمومی و خصوصی شهروندان دخالت میکنه و اونها رو مجبور به رعایت یک سری محدودیت هایی میکنه که حکومت اون رو واجب میدونه و نه مردم. به شکل دیگری من میتونم اینطور عرض کنم خدمتون که حکومت یا نظام پلیسی به حکومتی میگن که در اون حکومت به طور سفت و سخت و با اعمال سرکوبی بر روی تمام جوانب زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم کشور حکم فرمایی میکنه. در حقیقت ساکنین یک رژیم پلیسی در رفت آمد خودشون حتی اختیارات معین و محدودی دارن و آزادی بیان و ابراز عقیدهشون هم محدوده، چون این فعالیت ها توسط حکومت نظامی نظارت میشه. در واقع میشه گفتش که نظام افسار حکومت رو توسط نیروهای امنیتی به طور مخفی اداره میکنه و که البته ممکن هست این اختیاراتشون از حیطه قوانین مملکتی هم بالاتر و فراتر بره، همونطور که عرض کردم و ما شاهد هستیم که در نظام اسلامی در ایران بر اساس اصل‌های 110
و 111 قانون اساسی اختیارات رهبر فراتر از همه قانون بوده و بر اساس این اختیارات هست که سیاست گذاری های کلان اعلام میشه. پس من فکر میکنم که نظام استبدادی اسلامی یک نمونه حکومت پلیسیه که از ابتدای تأسیس تا الان نهادهای امنیتی و پلیسی مختار دخالت در زندگی شهروندان ایرانی هستند و گشت‌های سارالله، کمیته‌های انقلاب اسلامی، پلیس نامحسوس و پلیس پوشش یا یعنی همون گشت ارشاد در واقع به حکومت اسلامی ایران اضافه شده. با توجه به اینکه در این باره جالب هست که محمد جواد ظریف وزیر خارجه امور جمهور حکومت اسلامی در نیویورک در رابطه با توجیه رفتار پلیسی نظام اسلامی گفته بوده که نظام دخالتی در پوشش مردم در خانه هایشون نداره. دیگه این بسیار مشخص است و به راحتی ما می توانیم به جزئیات این موارد بیشتر اشراف پیدا بکنیم. و از نظر من حکومت استبدادی اسلامی در ایران یک ساختار پلیسی داره که حکومت نظامی رو در صورت لزوم و به رغم تأکید قانون اساسی به اجرا میذاره و وضعیت اضطراری رو هم بدون تصویب مجلس برقرار میکنه که این خلاف قانون هست. در حقیقت حکومت استبدادی اسلامی یک تعریف بارز و تبیین شده از نظام پلیسی و البته اگر فراتر از این بخوایم حساب بکنیم میتونیم بگیم که این نظام پلیسی رو میشه با رمان 1984 جورج اورول هم عرض دونست. و اما در خصوص کشته شدن قاسم سلیمانی میشه اینطور گفت که پاره جنگ ها اساساً به نام بشریت صورت میگیره و در واقع میشه گفتش که زمانی که دولتی با دشمن سیاسی خودش به نام بشریت به جنگ بلند میشه، قیام میکنه، این نه جنگی در واقع بهر بشریت بلکه جنگی هست که در اون در واقع دولت ها در صدد غصب یا مصادره به مطلوب مفهومی عام بر ضد هم آورد نظامی خودشون هستن، یعنی نسبت به همدیگه و علیه همدیگه. و از طرف دیگر من فکر میکنم که نظام هایی که خصلت دموکراتیک و سیستمی ندارن و بر پایه مهره ها و افراد استوار هستند با رویداد یک رخدار در واقع دچار شوکای سنگین میشن، که البته مشکلم اونجایی هست که در زمان رخداد برخی مهره ها عملا قابل جایگزینی نیستن. میدونیم که در آخرین اطلاعاتی که از سوی سازمان دفاع امریکا پنتاگون منتشر شد، حمله به شخص قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حقیقت حاصل یک برنامه ریزی دقیق و از پیش مشخص شده دونسته که در روزهای اخیر ارتش ایالات متحده امریکا صدها تن نیروی تازه رو به نیروهای مستقر در خاک عراق افسوده بوده. در حقیقت قاسم سلیمانی اساساً سیاست خارجی رو در منطقه از طریق اتحادهایی که با پشتوانه زور و به ویژه نسبت به سرکوبی کردها انجام داده بوده به دست آورده. ما میدونیم که ایشون حتی در حدی خودش رو میدونست که برای کشور عراق، دولت کشور عراق در حقیقت نخست وزیر تعیین میکرد و این نشان از دخالت در امور داخلی یک کشور دیگر هست.
حتی یک روزنامه نگار سوئیسی در یکی از مقالات خودش نوشته بود که در دنیای معاصر استفاده از واسطه ها برای قدرت ها بسیار ارزان تر از شرکت در درگیری ها با نیروهای خودی هستش. و بیشتر از این، اگر تندروهای اسلامی، کردهای داوطلب، حوثی ها یا مبارزان ائتلاف ضد حوثی داوطلبانی از تمام جهان و حتی مزدوران شرکت های خصوصی نظامی در سوریه یا یمن جان خودشون از دست بدن، نارضایتی عمومی در بین قدرت ها رو به وجود نمیاره. قدرت ها مسئول اقدامات و زندگی شبه نظامیان یا مزدوران متخاصم نیستن. طبیعیه که دولت ها با هم می جنگن بر سر منافع مشترک، نه به معنایی که هر کدوم از این دولت ها نسبت به یک منفعت نگاه مشترکی داشته باشن، از دیدگاه خودشون هر منفعتی رو در نظر می گیرن. این در حالی هستش که غیر نظامیان و مردمان عادی هستند که در این جنگ های ناخواسته از بین میرن. و من فکر میکنم که ما باید تمام هممون رو بر این بگذاریم که در یک کارزار جهانی علیه جنگ رو به کار بگیریم و مورد اجرا بگذاریم تا بتوانیم از نوع هر نوع جنگی در ایران ممانعت و جلوگیری به عمل بیاریم. از طرف دیگر ما میبینیم که خطرات آشکاری هم وجود دارن، به ویژه زمانی که پیاده ها در بازی قدرت ها از پیاده بودن دست میکشن و به تنهایی شروع به بازی میکنن. به هر حال رادیکالیسم اسلامی در جریان رویارویی با اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان یا در کل خاورمیانه توسط ایالات متحده امریکا تغذیه می شده و حتی در خصوص نوع حضور نظامی سپاه قدس هم گفته می شه که اونها شکلی از جنگ نام غیر متقارن رو انجام می دادن تا در مقابل برتری تسلیحاتی کشور دیگر بتونن مقابله بکنن. حالا من جنگ غیر متقارن رو به کار بردم، مایل هستم در این رابطه بسیار کوتاه با توجه به فرصت کمی که داریم صحبت بکنم. ببینید دوستان، تعریف های متفاوتی در خصوص جنگ کلاسیک یا نبرد غیر متقارن وجود داره، اما به استناد حقوق بین المللی در واقع تعریف روشنی داره این نبرد کلاسیک. اون هم به دلیل بررسی ابعاد متفاوتی هست که در این مورد و در اون میشه در حقیقت در این تعریف تازه حقوق بین الملل میشه جنگ رو در واقع بشه از آغاز به صورت نامتقارن شروع کرد و از اون بهره برداری کرد که از طریق بکارگیری توان نظامی، سیاسی و تکنولوژی در واقع استراتژی های نامتقارن میتونه یک وضعیت موفقیت آمیزی رو برای توانمندی های دشمن به وجود بیاره که اونها رو متزلزل بکنه. اگرچه ممکنه نتونه دشمن رو در میدان جنگ سنتی شکست بده، اما استراتژی هایی که به کار میره میتونه توانایی خونسا کردن برتری دشمن رو به وجود بیاره، دارا بشه و اراده جنگی دشمن رو تضعیف بکنه، در توانایی و برای عملیات مؤثر وقفه ایجاد بکنه یا اون رو در انجام عملیات کلی باز بداره. با توجه به اینکه ما میدونیم در آپریل سال 2019 رئیس جمهور امریکا سپاه پاسداران رو و در حقیقت همون نیروی قدس رو در فهرست گروه های تروریستی قرار داد که در واقع این نخستین بار بود که امریکا یک نیروی نظامی رو به طور رسمی در فهرست گروه های تروریستی و سازمان های تروریستی قرار میده.
قاسم سلیمانی هم در دهه اخیر در واقع اگرچه اسطوره و فرمانده محبوب و معتمد رهبر اسلامی بوده و در حقیقت خامنه ای بعد از شکست در پیشبرد برنامه هسته‌ای دو برگ تازه رو روی میز گذاشته بود. یکی نخست برنامه موشکی بود که سپاه پاسداران این مسئله رو پیگیری میکرد و برگ دوم افزایش نفوذ منطقه‌ای و عمق استراتژیک رژیم اسلامی که قاسم سلیمانی مسئول مستقیم و اصلی اون بود. و به شکل دیگری میشه گفت که خط مذاکره یا مقابله در منطقه رو ایشون تعیین می‌کرده و به شکلی که عرض کردم تعیین نخست وزیر برای دولت عراق یکی از همین موارد بوده. و در اسفند 96 هم که برای نخستین بار نشان نظامی ذوالفقار رو در واقع آقای خامنه ای به قاسم سلیمانی اهدا کرد به عنوان فرمانده نیروی قدس سپاه و از او به عنوان یکی از برگ‌های برندش تشکر کرد. حتی آقای سلیمانی میتونسته پول نقد و توزیع بکنه بین نیروهای در واقع هشت و شعبی، فاطمیون، زینبیون، حزب الله لبنان و تروریست های دیگری که در این مجموعه زیر نظر آقای سلیمانی کار میکردن. در حقیقت میشه گفتش که پرونده تحولات کشورهایی مثل عراق، یمن، سوریه، لبنان و فلسطین در اختیار اون بوده، سفیر براشون تعیین میکرده، نیروی افغانستانی و پاکستانی رو به سوریه میبرده، نیروی عراقی رو به ویژه بعد از اون سیل ویرانگر 96 به ایران آورد که با مردم مقابله میکردن و از این بیشتر در واقع پیشینه درازی با جزئیات قاچاق مواد مخدر به اقصی نقاط جهان در واقع توسط سران سپاه پاسداران به ویژه آقای قاسم سلیمانی انجام می گرفته و برجسته ترین رویای ایشون تشکیل هلال شیعی بوده یا همون اخوان المسلمین که ریشه در کشور مصر داشت و در سوریه و ترکیه و اینها. و در بهمن 92 زمانی که برای نخستین بار از هلال شیعی اقتصادی سخن می گفت در حقیقت رویاهای خودش رو به صورت بلند بازگو می کرد، رویاهایی که در حال حاضر خب از بین رفته. و از طرف دیگر هم ایشون در سالهای اخیر که حکومت استبدادی موجی از تبلیغات ناسیونالیستی رو به راه انداخته بود، در کنار این رژیم در ایران و از ایران صحبت میکرد. در حقیقت به نوعی او ستون اصلی دستگاه پروپاگاندای حکومت اسلامی شده بود. و در حال حاضر میشه گفت با توجه به اینکه یکی از مهمترین طراحان و فرماندهان سیاست منطقه‌ای حاکمان اسلامی بود و حالا هم از دست رفته، در حقیقت میشه گفت که او در کشورهای سوریه و عراق به طور مستمر حضور داشته و مهمترین فرمانده میدانی ایران تحت سلطه حاکمان اسلامی بوده که بین شبکه نیروهای شبه نظامی ایران ارتباط برقرار میکرده. و طبیعی هست که مرگ او میتونه اون ریسمان تسبیح این گروه ها رو از اختیار رهبر رژیم اسلامی خارج بکنه. و از طرف دیگر میشه گفت که مرگ او در عراق و در اوج گردنکشی های منطقه این نظام اسلامی میتونه یک سیاه‌چاله بزرگ در برابر حکومت باشه. فارغ از خلأ قدرتی که بعد از سلیمانی در سپاه قدس و شبکه شبه نظامیان وابسته بود به اون پیش خواهد اومد، نوع واکنش حکومت اسلامی به کشته شدن
ارشدترین فرماندهش به زعم اونها یک آزمون بزرگ پیش روی حکومت اسلامی هست. از طرف دیگر هم سکوت یا انفعال نظام اسلامی در برابر مرگ او میتونه تأثیر ویرانگر در پروپاگاندای حکومت داشته باشه و واکنش به کشته شدن او هم میتونه پیامدهای خارج از کنترل رو مثل جنگ مستقیم رو در پی داشته باشه، چون در این سالها حکومت اسلامی به عنوان یک نیروی ثالث و تحت عنوان جنگ نیابتی در سوریه و عراق و لبنان شرکت بسیار فعالی داشته. و از طرف دیگر میشه گفت که آقای خامنه ای با توجه به اینکه 3 روزم عزای عمومی در ایران اعلام کرده، تاکید بر این مسئله انتقام سختی رو برای عوامل این اقدام اعلام کرده. پس بنابراین نخستین واکنش تند و شدید از طرف حکومت اسلامی در این خصوص میتونه یک موضوع دور از انتظاری نباشه. اما اینکه تهران در این باره دست به چه واکنشی و در چه مقیاسی بزنه موضوعی هستش که به طور حتم میتونه تمام معادلات سیاسی خاورمیانه رو تغییر بده. و در واقع میشه گفتش که حمله به یکی از پایگاه‌های امریکا در خاک عراق یکی از نخستین احتمالاتی هستش که به سرعت متبادر ذهن میشه. و در واقع میشه گفت که حکومت اسلامی از این حملات دچار یک شوک سنگینی شده و این در حالی هستش که طرف مقابل در یک آمادگی کامل به سر میبره و مشخص نیست که در این حمله احتمالی تا چه اندازه نیروی نظامی حکومت اسلامی موفق بشه که بر پایگاه‌های ایالات متحده امریکا در عراق آتش بگشایه. دومین واکنشی که میتونه وجود داشته باشه احتمال حمله نظامی در واقع نظام اسلامی به کشورهای عربی مثل امارات و عربستان سعودی در مقابل این اقدام امریکا خواهد بود، که اگرچه رژیم اسلامی در دهه‌های اخیر بارها در مشاجرات سیاسی به این موضوع به صورت تلویحی اشاره هایی هم داشته، کشور امارات در فاصله بسیار کمتری نسبت به کشورهای دیگر عربی با ایران قرار داره و در حقیقت میشه گفت که یکی از نقاطی بوده که مورد تهدید موشک‌های ایرانی قرار گرفته بوده. شرایط خاص این دوره در عربستان سعودی هم کم و بیش به همین شکل هستش و با توجه به فاصله خاک این کشور در رابطه با ایران میشه گفت که احتمال اینکه مورد تهدید توسط حکومت اسلامی قرار بگیره وجود داره. و از اینها گذشته ما در واقع یادمون نره که اواسط سال گذشته 2019 حملاتی به تأسیسات نفتی آرامکو صورت گرفت و اگرچه حقیقتش اساسا مشخص نشد، اما برخی گمان زنی ها از حمایت ایران در اون حملات حکایت داره. و از طرف دیگر میتونم اینطور عرض بکنم خدمتتون که در حقیقت خاورمیانه با توجه به این تهدیداتی که دولت امریکا و حکومت اسلامی نسبت به هم به شدت ابراز میکنن، میتونه خاورمیانه رو یک بار دیگه به سمت شعله ور شدن آتش پیش ببره. اما ما نباید از یاد ببریم که حمایت روسیه از نظام اسلامی در این لحظات هست که در آینده نزدیک میتونه میزان حمایت روسیه از ایران تحت حاکمیت اسلامی رو در مقابل این اقدام امریکا در حقیقت یک سری معادلات سیاسی رو تا میزان بسیار زیادی به نفع این اسلامگرایان میتونه تغییر بده.
و در صورتی که این کشور نخواد بین ایران و امریکا نقش میانجی رو بازی بکنه، طبیعی هست که آتش افروزی های بیشتری بین ایران و امریکا از نابختیاری صورت خواهد گرفت. و از اینها گذشته میتونم با توجه به در حقیقت این کوتاهی بسیار وقت به عنوان فرجام سخنم اینطور بگم که قدرت ها در حین کار با واسطه ها باید بسیار مراقب باشند، چون در حال حاضر زیاد روی های بیشماری وجود دارد. برای نمونه رادیکال ها و کورد های داوطلب در سوریه مدت هاست که با هم می جنگن. اگرچه ایالات متحده از ابتدای جنگ علیه اسد از هر دوی اونها حمایت می کرده و سرانجام اینکه اقدامات واسطه ها ممکنه موجب نزاع قدرت ها با متحدان یا همسایگان خودشون بشه که نمونه بارزش رو ما میتونیم در روابط امریکا، ترکیه و سوریه ببینیم. و از دیگر سو من میتونم تنها راهکاری رو که به حیث حقوق بین الملل میشه مطمع نظر داشت برای ممانعت از یک جنگ مستقیم، در واقع همون حفظ، میتونم اینطور بگم که حفظ صلح و امنیت بین المللی هست که نقش و مسئولیت اصلی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس ماده 20 حفظ صلح و امنیت بین المللی در حقیقت یکی از برجسته ترین وظایف این شورا هست که در اجرای این وظیفه باید بر پایه اهداف و اصول ملل متحد عمل بکنه و یا حتی بر اساس فصل 7 منشور شورای امنیت سازمان ملل، عمل در حالت تهدید علیه صلح، نقض صلح و تجاوز، همه اینها در واقع به موجب این اصل موجب میشه که شورای سازمان ملل متحد قدرت زیاد و گسترده‌ای برای ارزیابی تصمیمات بسیار بشردوستانه داشته باشه که در وضعیتی که تهدید صلح جهانی هست یا تخطی از رویه‌های صلح یا اعمال خشونت و صلح در سطح جهانی وجود داره، در چنین وضعیتی شورا باید از این صلاحیت برجسته خودش استفاده بکنه و کار شورا اساساً محدود به توصیه نمیشه و میتونه اقدامات جدی مثل استفاده از نیروهای مسلح نظامی رو انجام بده. و از اونجایی که صلاحیت این شورا به حیث برجستگی و مهم بودنش میشه گفت که در مقام قانونگذار بین المللی قرار داره و در حقیقت ضمانت اجرایی هم نسبت به این صلاحیت داره، بنابراین باید بر اساس وظایف و اختیاراتی که به طور مشترک بین شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستش، با درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری در خصوص هر مسئله حقوقی نسبت به این امر اقدام سریع رو صورت بده. و در حقیقت میشه گفتش که اینکه این شورا با این اختیارات وسیعی که داره و با توجه به صلاحیت‌های گسترده حقوقی میتونه با بکارگیری کلیه اهرم‌های بازدارنده و علیه جنگ مانع از آغاز یک جنگ مستقیم بین امریکا و حکومت اسلامی در ایران بشه. و اینکه اساساً ماهیت اقدام انتقام سخت که این روزها حکومت اسلامی بسیار از این صحبت کرده چی هست؟ ببینید عزیزان، انتقام سخت رو با پسوند نامتقارن بیان می کنند و این در حالی هستش که اگرچه انتقام سخت به مفهوم اقدام های نظامی نمی تونه باشه، اما زمانی که
با پسوند نامتقارن به کار میره و از اونجایی که غیر متقارن خودش یکی از انواع جنگ ها و نبرد ها هستش و تلویحاً بیانگر اقدام نظامی میتونه توسط نظام اسلامی رو در پی داشته باشه. از طرف دیگر در عرصه حقوق بین المللی نمیتونیم به اقدام امریکا پاسخ قابل توجهی بدیم و نمیشه حمله نیروهای امریکایی به نیروهای هشت و شعبی و سلیمانی رو در بستر حقوق بین الملل تحلیل کرد و جنبه های حقوقی اون رو در یک تفسیر موسع یعنی وسیع و گسترده گنجون. و حد اکثر کاری که میشه انجام داد این که از طرف وزارت امور خارجه اسلامی اقدام بشه. اقدام آمریکا در حقیقت از منظر تفسیر عام از دید حقوق بین الملل رو میشه یک اقدام تروریستی قلمداد کرد، اما با توجه به تعریفی که در کنوانسیون منع تامین نیروهای انسانی و مالی به گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی یا همون CFT هستش، اقدام روز جمعه یعنی 3 ژانویه 2020 امریکا دقیقاً منطبق با همون تعاریف بوده و اگر حکومت اسلامی بخواهد که طرح شکایتی در نهادها و مجامع بین المللی بکنه، میشه گفت که در حقوق بین الملل در حال حاضر مجموعه قواعدی که تحت هر شرایطی بتونه بین دولت‌ها داوری بکنه وجود نداره و اگرچه این میتونه یک نقطه ضعف اساسی باشه. البته نظام اسلامی میتونه به شورای امنیت شکایت بکنه، اما به دلیل عضویت دائم امریکا در شورای امنیت و حق وتو این کشور، عملاً این شکایت حکومت اسلامی راه به جایی نخواهد بود، چون دیوان بین المللی دادگستری اساساً صلاحیت اجباری به رسیدگی به پرونده‌ای رو نداره و حتی در صورت مراجعه به این نهاد یک روند طولانی داره که عملاً بیفایده هستش. بنابراین حقوق بین الملل نمیتونه پاسخگوی چنین تقابل و حمله ای باشه و انجام این اقدام متقابل بیش از هر چیزی به قدرت سیاسی و نظامی حکومت اسلامی بستگی داره. سپاسگزارم از شما جناب آقای بهبهانی بزرگوار و دوستان و عزیزانی که به این برنامه توجه داشتن. خواهش میکنم، خدافظ.